Thank you very much. خیلی ممنونم از همه شما. برای من افتخار بزرگی است که همراه شما باشم. من خودم زمان رو میخوام تحت کنترل بگیرم و کوتاه صحبت کنم. Even though that might be welcome news to the mullahs in Tehran, I hope to continue to disappoint them for years to come. من میخوام ادامه بدم که آخوندهای حاکمبر ایران رو با حمایتم از شما ناامید کنم. بگذارین جمله از رئیس جمهور هری ترومن رو نقل بکنم که زمانی گفت مردان بزرگ تاریخ سازن، انسان‌های بزرگ تاریخ سازن، تاریخ انسان‌های بزرگ رو نمی‌سازه. خانم رجبی، شما زن بزرگی هستین و شما تاریخ را می‌سازید. رهبری الهام بخش شما، آینده نگری شما، شجاعت بی‌نظیر شما، to many different audiences. پرچمداری شما در این مسیر راهگشای کانون‌های شورشی است که امروز جان خودشون رو کف دستشون می‌گیرن و در خیابون‌های تهران و سر تا سر ایران مبارزه می‌کنن. بله، شما راهگشای مجاهدین اشرف سه هستید که روز و شب برای آزادی مردم خودشون بدون خستگی تلاش میکنن و شما منبع الهام تمامی مردم ایران هستیم که برای آزادی میجنگن و اعضای جامعه جهانی که از شما در این مبارزه تاریخی حمایت میکنن. برای 45 سال مردم ایران بیش از اندازه زجر و رنج کشیدن به خاطر این رژیم. حقوق پایه اونها رو رژیم آخوندی نقض کرده، حقوقی که در جهان شمول هستند برای تمام زنان و مردان. بله، همونطور که در آمریکا 248 سال پیش جستجوی آزادی، جستجوی شادی و آزادی توسط بنیانگذاران آمریکا بخشی از بیانیه استقلالمون شد. بله، همون چیزایی هستند و همون آزادی هستند که مردم ایران خواهرشون هستند و اینها همون آزادی ها و همون ارزش هایی هستند که مردم ایران به اون دست خواهند یافت وقتی که از یوغ سرکوب رژیم آزاد بشن. بله، این مردان و زنان شجاع که به کمتر از این راضی نخواهند شد و قدرت و قیمت و هزینه اون رو نهایتاً پرداخت خواهند کرد. همونطور که یکی از زنان قهرمان کار شورشی گفتند و در یکی از مصاحبه ها، سرکوب در ایران و فشار رژیم در حال افزایشه، ولی هم‌اکنون زمان اقدام وجود داره، زمان اقدام فرا رسیده. بله، این زن قهرمان جوان جان خودش رو فدا می‌خواد بکنه که سر مار رو بزنه و کانون‌های شورشی هستن که پیش می‌برن یک آلترناتیو دموکراتیکو که در برنامه ده ماده خانم رجبی تبلور پیدا کرده. بله، مردم ایران مانند این کانون قهرمان شورشی به مبارزه ادامه میدن و جهان آزاد باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت بکنه و باید هر گونه اطلاعات غلط و اطلاعات دروغی که این رژیم به خورد جامعه جهانی میده توسط رهبران دولت‌ها پس داده بشه و رژیم ایران و سران اون باید به خاطر تروریسم جهانی، باید به خاطر نقض حقوق بشر ازشون حسابرسی بشه.